با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. ایالات متحده 148 میلیون دلار برای مبارزه با داعش در آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص داد. فؤاد حسین: داعش هنوز تهدیدی جدی است و نیاز به مقابله گسترده‌تری دارد. فراخوان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای احترام به حقوق بشر در مناطق درگیری. پیشنهاد سازمان‌های بین المللی برای مین‌زدایی در یمن.